در ظرف فطرت، طبیعت، تکوین، تمام عالم عالم کمالی است. یعنی اگر این سنگ سخت جلالی است، ولی این جلال بدون جمال نیست، سختیش اندازه داره، بی اندازه نیست. و اگر این گل جمال لطیفه، این هم کمالی است. چرا گل هم بدون جلال نمیشه؟ میبینید که ناله بلبل در او هیچ اثر نمیگذاره. پس میبینیم که اسماء الهی و مظاهر اسماء الهی تماما اعتدالی است، یعنی کمالی. پس وقتی میگیم اسم کمال یعنی اسم اعتدال، که جلال رو داره، جمال رو هم داره، و گمراهی، سستی، کجی، کاستی در فطرتش نیست، الا اینکه به عالم نافسود که میرسیم و به ویژه به انسان که میرسیم، قدرت مانور و انفعال فعلیت زیاد میشه. یعنی فقط در عالم طبیعت و در عالم انسان به خصوص افراط و تفرید پیدا میشه. یعنی میشه که جلالش غالب میشه یا جمالش غالب میشه. حالا که جلال غالب میشه یا جمال غالب میشه، دیگه کمالی نیست، اون هم غالب میشه، کامل نمیشه. ما در عالم طبیعت و در انسان جلال کامل نداریم. شما بدترین موجودات از ابلیس بگیرید تا صدام و دیگران، اینها جلال غالب هستند. یعنی ظرف اعتدال رو از دست دادن. و الا همین عرض کنم که ابلیس رو که میبینید، باز در دلش یک خصوصیاتی، حتی ترحمی، حتی انصافی در بعضی زمینه‌ها وجود داره که ظاهر کرده. و همینطور شما شداد رو ببینید، نمرود رو ببینید، فرعون رو ببینید، صدام رو ببینید، اینها در گوشه گوشه های دلشون یک عرض کنم که جمالیاتی داره که ظاهر میکنن. یعنی لااقل خودشون رو دوست دارن، یک کسی که کنارشون دوست دارن. این نیست که اینها گمان کند انسان جلال کامل میشن، نه، اینها جلال غالب میشن. در مقابل جمال غالب، که جمال غالب میشه منفعل، در واقع این سختی داره، این سستی داره. حالا سختی با سستی تفاوت داره، با نرمی و صلابت. شما وقتی میگی سختی داره، این همون خشونته. وقتی میگی صلابت داره، این شجاعته. وقتی میگی سستی داره، این افراطه، انفعاله. وقتی میگی نرمی داره، این مظلومیته. پس بنابراین سختی با سلامت فرق میکنه، با شجاعت. سستی با نرمی فرق میکنه، همونطور که انفعال با مظلومیت فرق میکنه. که میبینیم اونی که مظلومه منفعل نیست، و اونی که منفعله نرم نیست، سسته. خب حالا میبینید که ممکنه شجاع باشه، مظلوم هم باشه، اما نمیشه منفعل باشه و شجاع هم باشه. لذا شجاعت با مظلومیت جمع میشه، ولی شجاعت با انفعال جمع نمیشه. ممکنه یک کسی شجاع باشه، مظلوم هم باشه، ولی اگر شجاع باشه دیگه منفعل نمیتونه باشه. چون شجاعت با نرمی جمع میشه، با صلابت هم جمع میشه، اما انفعال دیگه با صلابت جمع نمیشه. انفعال مقابل فعله، یعنی در واقع عدم انفعال. پس همونطور که جمال و جلال غالب و مغلوب پیدا میکنه، همونطور گزینه ها هم با هم متفاوت میشه. ما نباید سختی رو با صلابت یک جور معنا کنیم،
مظلومیت رو با ضعف یک جور معنا کنیم. نرمی کماله، سستی نقصه، سختی نقصه، صلابت کماله. لذا شما در ظرف قساوت هم که وارد میشید، تو قساوت سختی هست نه صلابت، که صلابت در شجاعت هست ولی در شجاعت قساوت نیست. این واژه ها چون جای خودش رو نمیگیره، معنای خودش رو پیدا نمیکنه، ما دیگه در فرهنگ علمی نمیتونیم درست گزینش کنیم که چه چیزی نقصه و چه چیزی کماله. میبینید قتل میتونه کمال باشه، فتنه میتونه کمال باشه، اما وقتی که با حکمت همراه میشه، با عدالت، با درایت، با عقل، همین وقتی با اون نباشه نقص میشه. پس یک مشکلی که ما در فرهنگ علمی و ادبی داریم اینه که قریب المخارج ما رو به اشتباه میاندازه. لذا در لسان مردم میبینید میگه بیچاره مظلوم واقع شده. یعنی چی؟ یعنی ضعیف واقع شده. بیچاره مظلوم واقع شده یعنی چی؟ یعنی ناتوانه. و حالی که مظلومیت نرمیه، ناتوانی سستیه، سستی غیر نرمیه. همونطور که شجاعت و صلابت با سختی و قساوت فرق میکنه، ولی اینها رو چون نمیتونه انسان درست جایگزین کنه و به جای خودش قرار بده، میبینید که باعث میشه ما اینها رو با هم اختلاط میکنیم، اشتباه میکنیم. یک جا میشه ما صلابت رو سختی میگیریم، مثل اینکه حد الهی رو شما بگیرید سختی و قساوت، در حالی که صلابته. یک جا شما فرض کنید معصیت رو اهمیت ندید، بگید حد لازم نداره، خب این در واقع میشه انفعال، نمیشه نرمی، میشه سستی. چون در ظرف کمال صلابت بدون نرمی نمیشه و سستی با سختی نمیشه. همونطور که هیچ اسم جلالی بی جمالی نمیشه و هیچ اسم جمالی بی جلال نمیشه. حالا فقط یه جا به انسان میرسه، در عالم طبیعت میرسه که این جلال غالب میشه، حالا نقص حاصل میشه.